سینه و بغل چی است؟ سینه و بغل با کدام نشانه ها ما میتونیم بشناسیم؟ کدام انواع سینه و بغل وجود داره؟ که ها بیشتر در مرض سینه و بغل امکان داره که قرار داشته باشند و عامل سینه و بغل پیش افراد چه بوده میتونه؟ وقت زمستان میشه شیوع بعض امراض اوج میگیره. چند نفر در یک اتاق استراحت میکنه، کلکینا حبس و بسته میشه، در دفترهای کاری کوشش میکنن که کل جای بند نگاه کنن تا که خنک نخوره. این میجاست که یک نفر در دفتر اگر ریزشک و سرفگک داشت میزنه همکارای خود خراب میکنه. اعضای دل، من دکتر قیس نیکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. طی سگمنت و چند سگمنت تعقیبی ازی ما میخوایم در مورد سینه و بغل به شما معلومات بدم. در این سگمنت مشخصا میخوایم سه موضوع را در موردش دسکس بکنم، در مورد سه موضوع بحث داشته باشم. یک، سینه و بغل چی است؟ سینه و بغل را با کدام نشانه ها ما میتونیم بشناسیم؟ کدام انواع سینه و بغل وجود داره و عامل سینه و بغل پیش افراد چه بوده میتونه؟ پس ویدیو را تا آخر تعقیب کننده باشین، کانال یوتیوب دکتر شما را سابسکرایب بکنین و این ویدیو را با دوستایتان شیر کنین تا اینکه تکثیرش زیاد شه. خب اعضای دل، وقتی ما میگیم سینه و بغل یا نیمونیا، این در حقیقت تعریف عامش منتن شدن نسجریه هست، مشخصا اسناخ، کیسه های هوایی، آلیولای، جایی که تبادل گازات صورت میگیره. هرگاهی که کیسه های هوایی توسط انتانات مختلف باکتریایی، ویروسی، فنگسی التهابی شوه، به عوض هوا در او ساحه مایع تراکم میکنه، التهاب در اونجا حاکم میشه، قیح امکان داره که تجمع بکنه، در نهایت فرد در نتیجه تولید بلغم در ساحه سلفه پیدا میکنه و تاو پیدا میکنه و جاندردی پیدا میکنه و لرزه پیدا میکنه و کوتاهی نفس پیدا میکنه و امکان داره دردها را در قسمت قفسینی خود تجربه بکنه. پس هرگاهی که التهاب نسجریه و مشخصا التهاب اسناخریه یا کیسه های هوایی، جایی که تبادل گازات صورت میگیره، توسط باکتریا ها، ویروس ها و فنگس ها تحسس بکنن، یا تحت نام نیمونیا یا سینه و بغل میگن. از زاویه نظر و تصنیف بندی که وجود داره، ما دو نوع از سینه و بغل داریم. دو نوع سینه و بغل، یک CEP، دو نزوکومیال. CEP یعنی چی؟ Community Acquired Pneumonia. من مثلا همیال آوازم گرفته هست، من بیچاره سینه و بغل دارم، من باید در دفتر نمی آمدم ولی از قصد آمدیم کمی دو جوان همچنان منتنجا. خاطرتون میشه با مجرد که من سرفه کردم، قطرات هوایی که از بینی و دانم بیرون مبرایه، اگر من احتمامات سلفه را مراعات نکنم، اگر من دستم در پیش دانم نگیرم، اگر من مثلا آرنج خود در قسمت دان خود نگیرم، روی خود دور نتم، طبیعی است پارتیکلایی که هستن این انتان را داره و از من انتقال میکنه به کامل و شکیب عمر. بنابراین CEP یا Community Acquired Pneumonia با او حالت گفته میشه که فرد مصاب سینه و بغل در خارج از شفاخانه شود، خارج از شفاخانه، در خانه گرفتید، در دفتر گرفتید، در کار گرفتید، در وظیفه گرفتید، در حمام سینه و بغل گرفتید یا در هر جای دیگه، یا ای که پیش از 48 ساعتی که از بستر آدم تیر شد، مثلا مریض در شفاخانه به خاطر کدام مشکل دیگه بستر کردی، همین 10 ساعت بعد سینه و بغل پیدا کدک، این در جمله انتان شفاخانه حساب نمیشه، چرا پیش از 48 ساعت تأسیس کرده. پس هرگاهی که ما سینه و بغل در خارج از شفاخانه داشته باشیم و یا که پیش از 48 ساعتی که ما در شفاخانه به خاطر هر علت بستر می باشیم مصاب سینه و بغل شویم، این در جمله سینه و بغل ناشی از اجتماع محسوب میشه. دوم نوع سینه و بغل عبارت از نزوکومیال نیمونیا هست یا سینه و بغل که ناشی از میکروبا و انتانات شفاخانه تأسیس میکنه. سینه و بغل که ناشی از انتانات شفاخانه تأسیس میکنه باز هم دو کاتگوری داره. یک، هاسپیتال اکوایرد نیمونیا، در شفاخانه در وارد یا در اتاق آی سی یو بستر هستی، مریض پولیت سینه و بغل داره و با مجرد که سلفه میکنه تراب میگیره. دو، ونتیلاتور اسوسییتد نمونیا. مریض ضرورت به تهویه مکانیکی داره. ماشینای ونتیلاتور خودش تنفس کردن نمیتونه. به خاطر که اکسیژنشن و اکسیژن رسانی رو به بدن تو تامین بکنی، تو مجبور هستی که مریض با ماشین ونتیلاتور وصل بکنی. پس هرگاهی که اندوتراخیال انتوبیشن صورت گرفت یا مثلا در تراخیای مریض تیوب داخل شد، بدون شک ناشی از اینمی ونتیلاتور که یک چیز مکانیکی بیرونی هست، تو یک راه انتان را باز میکنی و این سبب میشه که پیشفرد سینا بغل تاسیس کنه. عزیزای دل، که ها بیشتر در مرض سینا بغل امکان داره که قرار داشته باشن. هرگاهی که سن ما بیشتر از 65 باشه، هرگاهی که من سیگرت بکشم، هرگاهی که من بیش از حد الکل استفاده بکنم، هرگاهی که من انتانات و طرق تنفسی ویروسی را قبلا سپری کرده باشم، هرگاهی که من در گذشته مشکلات ریه داشته، مثلا برانشل اسما یا اسمای قصبی حالت را میگم که فرد به مجرد که خاک، گرد، گل، بو، عطر، شمال پک اسپری مواجه شد، سرفه و خشونت سینه پیدا میکنه. بنابراین اینا بیشتر در مرض مساویت به سینه و بغل قرار دارن. کسایی که معافیت ضعیف دارن، کسایی که تغذیهشان خوب نیست، کسایی که همیشه از چیزای پروسس شده و قوطی یکی استفاده میکنن، کسایی که بیش از حد نحیف و لاغر هستن، کسایی که بیش از حد چاق هستن، کسایی که امراض داره که در کل سیستم معافیتی رو تضعیف میکنه. هپاتایت بی یا زردی سیاه داره، زردی سفید داره، کسی که ایدز می داشته باشه، کسایی که زیر دواهای سرکوب کننده سیستم معافیتی قرار داره، به خاطر مثلا اینکه پیوند گرده پیش صورت گرفته یا پیوند جگر صورت گرفته، به خاطر که حالت رد نشه دوا میگیره و این دوا سرکوب کننده سیستم معافیتی است. و اشخاص افرادی که زیر دوای کیموتراپی به خاطر تداوی سرطانا قرار دارن، اونایی که تحت تداوی رادیوتراپی یا تداوی با شعاع به خاطر تداوی سرطانا قرار داره، اینا در کل افراد اشخاصی است که بیشتر در معرض مساویت به سینه و بغل و سینه و بغل‌های خطرناک و تهدید کننده حیاتی که نیاز به بستر شدن دارند مواجه شوند. یعنی اینا بیشتر در مرز مساویت قرار دارند. خب دوستای با عزت، اگر خدای نخواسته کامل عمران دوست شریف و برومند کمیال با پیشانی ترش شیشته اینجا مصاب سینه و بغل شود، چه دریافت‌های کلینیکی می داشته باشه؟ عمران بگو چه دریافت‌های کلینیکی می داشته باشه؟ صدای تا بلند کو که ما بفهم اینجا هستی. بلند کو عزیزم، بفرمو. به به دیگه آبریزش بینی داشته. بله دیگه بلغم زیاد میشه اینجا. بله آفرین آفرین هست اینجا، آفرین عزیز من، سر ما قارستی. دوست عزیز، هرگاهی که یک فرد سینه و بغل داشته باشه، در کل سه پای کلاسیک از این است که فرد سرفه می داشته باشه، امکان داره سرفه با بلغم و بی بلغم، تب می داشته باشه، کوتاهی نفس، ولی امکان داره نظر به نوعیت انتان فرد جاندردی داشته باشه، خستگی داشته باشه، کسالت داشته باشه، سردردی داشته باشه، درد بطن داشته باشه، افرازات از انف داشته باشه، بلغم شدید داشته باشه، از بلغم خون بیاید، درد در قفس سینه باشه، کوتاهی نفس داشته باشه. وقتی که ما مریض مورد معاینه فیزیکی قرار میدیم، امکان داره که درجه حرارت خیلی بلند یا برعکس درجه حرارت خیلی پایان باشه، یعنی مریض فیور داشته باشه یا هایپوترمیا داشته باشه. امکان داره تعداد تنفس از حالت نرمال زیاد باشه. امکان داره وقتی که نبض مریض میبینی ضربان قلب از 70 بیت پر منت یا 70 ضربه در دقیقه بلند باشد، تاکیکاردی داشته باشه. امکان داره اکسیژن سچوریشن داشته باشه. وقتی پلس اکسیمتر در انگشت مریض بند میکنی، میبینی که مثلا سچوریشن اکسیژن مریض کمتر از 85% شده. خب من پیشتر در ابتدای اشاره کردم که سینه و بغل امکان داره در سیر انتانات باکتریایی، مثلا استپتوکوکس نمونیا، استافیلوکوکس نمونیا، همفلس انفلونزا و سایر ددان دیگه که وجود داره، به وجود بیاد. انتانات ویروسی، مثلا بگو یک دانه مثالش همین کرونا لامذهب، سارس کوف ۲، همین او کرونا که بیادر قندم یک دو سال پیش کلگیره تا در ملاقه آورده بود. شکیب عمر یادت هست همینجا سگمنتکا را در گرد روان کردم، یعنی اون کلاه جالب ما یادت هست. خب در پوری از او انتانات فنگسی، مثلا اسپارجیلا انتان است، وقتی که تو را گرفت امکان داره که مثلا سینه و بغل شه. پس سینه و بغل امکان داره در سر انتانات باکتریایی، انتانات ویروسی و انتانات فنگسی تأسس بکنه. عزیزای دل، ای که سینه و بغل را ما چگونه پیشگیری بکنیم، چگونه وقایه بکنیم و ما مصاب سینه و بغل نشیم، این ویدیو را بدون شک ما به شما این موضوع را بیان میکنم، ولی نه ویدیو تعداد بعد. الله حافظ.